گفتار امروز من اختصاص دارد به موضوع برابری و به یک معنا عدالت در واقع عنوان دقیق و انتخاب شده من برای این گفتار عبارت است از با برابری از آرمان تا واقعیت گزیده سخن این که میخواهم در این گفتار درباره ایده برابری و به یک عبارت دیگر عدالت و ارتباط اون با واقعیت های تاریخی، اجتماعی و زیستی انسان صحبت کنم و بگویم که آیا این خواسته اصیل انسانی یعنی برابری و برابری خواهی و برابری طلبی صرفاً به عنوان یک آرمان است که مطرح است یا در واقعیت هم قابل تحقق است و اگر قابل تحقق است چه اندازه قابل تحقق است و به عبارت روشنتر می توان پرسش را این گونه مطرح کرد که آیا در عالم واقع در واقعیت عینی و عملی زندگی ما آدم ها، برابری کامل برابری مطلق برابری آرمانی اونگونه که در ذهن ما و در تصور ما هست یا دلمون میخواهد باشد قابل تحقق هست یا نه میخواهم به این پرسش در گفتار امروز پاسخ بدم به عنوان مقدمه ارز بکنم که مسئله عدالت به مسابه برابری یکی از ارزش های والا و یکی از آرمان های بلند و امیر در طول تاریخ و در درازنای تاریخ هفتشده هزار ساله بشریت است ما با واژه عدالت آشنا هستیم چرا که در زبان و ادبیات و محاورات عمومی آدم ها و یا در زبان و ادبیات فیلسوفان، متفکران، مسلحان، پیامبران متفکران بشری در طول تاریخ واژه عدالت یکی از پربسامدترین است مرتب تکرار می شود پیوسته درباره اون صحبت می شود در طول این 7000 سال به خصوص در طول این 3000 سال اخیر که بشر وارد مرحله تدوین و کتابت و تاریخ نویسی و ارز کنم که نگارش و تدوین کتب شده یکی از واجه هایی که مرتب در تمام این منابع و نوشته ها تکرار شده همین واژه عدالت است. شاید بتوان گفت اگر ما ده واژه رو در زندگی انسان و در محاورات و گفتگوهای آدمیزاد در طول این سه چهارزار سال در نظر بیاریم یکی از این ده واژه یا یکی از این ده مفهوم حتما واژه عدالت است درباره خوبی عدالت آثار مثبت عدالت از جنبه های مختلف از زوایای مختلف مرتب بحث شده و می شود عدالت حقوقی، عدالت انسانی، عدالت اخلاقی، عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، عدالت خانوادگی و و و و ده ها پسوند به عدالت چسبیده شده و مرتب عدالت با اینها تعریف می شود. منتها در طول تاریخ عدالت در دو حوزه و در دو مفهوم متفاوت به کار برده می شود یک بار و در یک مفهوم عدالت به معنای عرستویی کلمه به کار برده میشه یعنی هر چیز به جای خود هر چیز به جای خیش نیکوست که میشه عدالت جمله ای رو عرستو در 2400 سال پیش گفته و اون هم مرتب تکرار شده و می شود و هنوز هم کم و بیش متداول است به اون که عرستو گفته بود در مفهوم عدالت هر چیزی که در هر چیز به طور ذاتی و طبیعی جایگاهی در این عالم دارد و هر چیزی در اون جایگاه طبیعی و در جایگاه عادی خودش قرار بگیره این یعنی عدالت چینی ما امروز میگیم عدالت به مفهوم عرستویش یا عدالت عرستویی حالا ترش این بر این پیشورد استوار بود این تعریف از عدالت بر این پیشورد استوار بود که این عالم یک نظام احسن یعنی بهترین شکل این عالم ساخته شده و این جهان و این عالم بر اساس عدالت آفریده شده مونتا عدالت یعنی اینکه هر چیزی در جای خودش قرار بگیره لذا در منابع اسلامی هم همین تعریف از عدالت پذیرفته شده و گفته شده که عدالت یعنی وضع شی فی محله الان در کتاب های لغت شما ببینید کتاب لغت به کتاب های لغت مراجعه کنید در لغات عربی میبینید همین هست به طبعی اون در لغات فارسی هم کم و بیش و در زبان و ادبیات و منابع فارسی هم کم و بیش همین معنای از عدالت هست حتی در نهج و بلاغه علی هم همین معنای عدالت آمده وضع شیفی محله یعنی پیش وضع وجود داشت که گویا این جهان منظم آفریده شده با یک تدبیر و اراده مشخص آفریده شده و همون مثل معروف هر چیز به جای خیش نیکوست هر چیز در جای خودش قرار داره و اگر هر چیزی در جای خودش قرار بگیره خوبه و اون عدالته در حوزه انسانیت و در ارتباط با مسائل انسانی عرستو معتقد بود که هم معتقد بود که انسان یک فلز طبیعی و ذاتی داره هر کسی فلزی داره حتی این فلز رو ما الان به کار میبریم در زبان فارسی میگیم فلانی فلزش خوبه فلان فرانکس نمیدونم فلزش بده این یادگار همون معنای عدالت عرستوییه یعنی هر کسی یه فلزی داره یه ذاتی داره حالا این ذات یه وقتی ذاتش خوبه یه وقت ذاتش بده حالا در علمای تعلیم و تربیت هم از گذشته تا حالا بحث کردن که آیا میتوان ذات بد را نیکو کسی که ذات و طبیعتش ناجنسیه میتوان اون رو انسان نیک ساخت ازش تربیت کرد بعضی معتقدن که میشه بعضی ها معتقدن که اصلا انسان هیچ ذات ثابتی نداره بعضی ها معتقدن انسان ذات ثابتی دارد اصلا قابل تغییر نیست تربیت جمله معروف سعدی تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است ذات بد نگهو نگردد چون که بنیادش بد است اینا گزیاد گفته شده دیگه تو ادبیات فارسی ما هم در محاورات عمومی و ما هم زیاد به کار برده میشه فلان کس جنسش جلبه حالا یه خورده این تعبیر آمیانه رو بخوایم به کار ببریم میگه فلان کس جنسش جلبه یعنی اصلا جنسش خرابه یا فلان کس جنسش شیشه خورده داره اینا یه است که ما تو محاورات خودمون میگیم دیگه حالا اینا رو که ما به کار میبریم علال قایده به بنیانهای فلسفی و فکری و تاریخیش توجه نداریم ولی اگر تعمل کنیم در ریشه ها و مبانی این بر می به همون معنای ذاتگرایی عرستویی فلان کس شیشه جنس شیش خورده داره یه جنسش خالص نیست پس ما یک انسان هایی داریم جنسش خالصه یه, جنسش... یه انسانهایی انسان هایی داریم جنسش ناخالصه شیشه خورده دارن جلبن بد جنسن بد تینتن بینم کاری میگه معتقدن کارش نمیشه کرد بعضیا معتقدن کارش میشه کرد می شود انسانی ها که حتی ذات و طبیعت نادرستی دارد می در یه شرایط اونا رو تربیت کرد و به هر حال اون رو شخصیتش دیگرگون کرد حالا من این بحث دیگری خارج از حوزه بحث من بود و خواستم عرض کنم که یک معنای از عدالت معنای عرستویه هر چیز در جای خودش نیکوست برای این اساس اون وقت چون عرستو معتقد بود که نظام اجتماعی هم یک ذات و طبیعتی داره و هر چیزی در جای خودش به طور طبیعی قرار میگیره تغییر اون حالت طبیعی میشه و ظلم چون عدل و ظلم دو مفهوم متناقضی هستن دیگه در برابر هم تعریف میشون عدل و ظلم مثل شب و روز خوبی و بدی زشتی و زیبایی حق و باطل ما این دوگانه ها رو زیاد داریم دیگه عدل و ظلم نقیز همان عدالت با ظلم تعریف میشه ظلم هم با عدالت تعریف میشه وقتی ظلم برطرف می شود عدالت تحقق پیدا کرده در جایی که عدالت هست ظلم نیست خب حالا عدل چیه ظلم چیه اینجا برمیگردد به همون مبانی فلسفی به همون مبانی نظریش در دیدگاه ارسطویی عدالت یعنی هر چیز در جای خودش قرار بگیره بر این اساس چون ارسطو در اون دورانی که در یونان زندگی میکرد و در اونجا نظام بردهداری بود نظام بردهداری رو حالت طبیعی میدونست از کردم این که چی چیزی طبیعی هست چی چیزی غیر طبیعیه این خیلی میتونه محل مناقشه باشه اصلا ما با چیز طبیعی و غیر طبیعی داریم یا نداریم این الان امروز بخصوص در تفکر مدرن امروزی این زیر سؤاله که خارج از حوضه بحث منه و خواستم ارز بکنم که در اون سیستم و در اون نظام اجتماعی عرستو معتقد بود که برده برده آفریده شده و اربابم ارباب آفریده شده ذاتیه توی ادبیات ما هم هست این سرنوشت ما را دست قضا نوشته از دیگران عروسی از ما عزا نوشته اون ارباب خدا ارباب آفریده من رو نوکر آفریده من رعیتم و ارباب همون گونه که مثلا میگیم این خدا این رو زن آفریده این رو من آفریده خب این البته زبیه طبیعت طبیعی این رو کسی منکر نیست بالاخره جنسیت امر طبیعی دیگه در اختیار کسی نیست خارج از اراده ماست اینکه من مرد شدم در اختیار من نبود اینکه من زن شدم در اختیار من نبود من نخواستم ولی به طور غریزی و طبیعی شده خب این در فیزیک و در طبیعت عالم این چنینه اما آیا در روابط اجتماعی هم این چنینه یا نه ارسطو معتقد بود که در روابط اجتماعی هم این چنینه یعنی اگر کسی این گونه می شود اون گونه می شود در این جایگاه قرار گرفته در اون جایگاه قرار نگرفته این یک امر زبیهی و طبیعی و ذاتیه به همین دلیل معتقد بود که عدالت یعنی اینکه مولا مولا باشد رعیت رعیت باشد ارباب ارباب باشد رعیت رعیت باشد ارز کنم آقا آقا باشه نوکر نوکر باشه خب اون وقت ظلم چی میشه چون ظلم با عدالت تعریف میشد گفته میشه که ظلم خروج از این نظمه چون این یک نظم طبیعیه یک انتظام طبیعیه پس عدالت خروج از این نظم طبیعی است یعنی اگر این نظم تو به هم زدی ظالمه و مرتکب اول ظلم شدیم نتیجه چی, این چی میشه؟ نتیجه در مناسبات اجتماعی در روابط اجتماعی این میشود که اگر برده تقیان کند شورش کند علیه ارباب یا اربابان خودش مرتکب ظلم شده و به همین دلیل معتقد بود که در اون تفکر این اعتقاد وجود داره که بردهدار صاحب برده و آقا میتواند نوکر خودش را برده خودش را تنبیه کند و این تنبیه لازمه ای عدالته چرا برای اینکه لازمه ای نظم اجتماعی است بنابراین یک معنای عدالت عدالت ارسطوییه وضع شی در جای خودش با اون مبانی که گفتم اما امروز یک معنای دیگری از عدالت هم هست با اون عبارت از این است که عدالت به مسابه برابری مساوات در این دیدگاه یا اون دیدگاه ذاتگرایانه ارسطویی یعنی که هر چیزی ذاتی دارد و طبیعتی دارد و نظام طبیعی وجود داره یا به اون باور نیست یا اگر هم باور باشه فل جمله این باور هم وجود دارد که آدم می تواند نظام اجتماعی رو به شکل مطلوبی تغییر بدهد اینجوری نیست که نظام اجتماعی نشه تغییر داد یا حتی اینگونه نیست که استعدادها و های طبیعی و غریزی آدم رو نمیشه تغییر داد بله بالاخره هر انسانی که از پدر و مادر متولد میشه در یه شرایطی به دنیا میاد به طور ژنتیک حامل یه سلسله خصوصیات وراستی از پدر و مادرش هست اینم علم امروز هم رد نمیکنه علم امروز هم این رو تایید میکنه به همین دلیلی که میگن که اگر پدر معتاد باشه این امروز توی گفته میشه اگر پدر معتاد باشه مثلا این درصد فرزند زمینه استعداد داره برای معتاد شدن و اگر مادر باشه این درصد مادر بیشتر پدر کمتر دلش هم روشنه برای اینکه این مادر هست که نه ما فرزند رو در رحم نگه میداره مرتب از بدن خودش از وجود خودش او رو تغذیه میکنه بعد هم بعد از نه ما به دنیا میاره بعد از شیر خودش که بخشی از بدنش هست بخشی از فیزیکش هست به اون منتقل بکنه خب این جنرهای حامل وراثت این خصوصیات رو بیشتر به اون منتقل میکنه کاملا واضح و روشنه حال در این دیدگاه اصل این است که حامل جنهای حامل وراثت یه خصوصیات رو از پدر مادر به فرزند منتقل میکنن اما اینگو و بنابراین فرزندان به طور طبیعی میتوانن از پدر خوب مادر خوب میراسای خوب ببرند. از پدر خوب مادر خوب میراثهای بد ببرن در مرحله اول با جنای عامل وراثت ولی اون چی که بیشتر در شخصیت انسان در تکوین هویت انسان و شخصیت آدمی مؤثره تربیته یعنی ده درصد 20 درصد ممکنه که وراثت یعنی امر ذاتی باشه که من یه خصوصیات رو از پدر مادرم به ارث بردم خب من همون گونه که چشم و ابرو و لب و حتی ست تون صدا و نمیدون و قد و قامت و امثال این حرفا رو از پدر مادرم به ارث بردم یه سیسی خصوصات روحی و روانی هم ممکن از پدر مادرم به ارث برده باشم این اندازه قبول اما اینکه من چگونه زندگی کنم بعدا چگونه بشوم این یک امر ذاتی و تخلف ناپذیر نیست من از پدر مادر نامساعدی بودن یا آمدم یا از زمین های نامساعد دارم ولی بعدا در یه شرایط تربیتی خوب قرار میگیرم حالا چه تو خانواده خوب تربیت میشم چه تو مدرسه خوب تربیت میشم تو جامعه خوب تربیت میشم بنابراین تربیت هم میتواند که اون شیشه خورده های من رو که در ذات من هست اونا رو تغییر بده خب اگر غیر از این باشه اصلا انسان دیگه انسان نیست انسان با تربیت تعریف میشه اگر انسان تربیت پذیر نباشه تعلیم پذیر نباشه دیگه انسان انسان نیست به همین دلیل هست که مسئله اراده در انسان مطرح است به همین دلیل مسئله اختیار معنا پیدا می کند. به همین دلیل مسئله مسئولیت هست که اهمیت داره در زندگی انسان وگرنه اگر انسان اراده و اختیار نداشت مسئولیت هم نداشت خب اگر انسان تربیت پذیر نباشه دیگه اراده و انتخاب و مسئولیت هم بیمعنی می شود اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این می شود که این همه پیامبران و این همه مسلحان و این همه معلمان اخلاق و این همه معلمان تعلیم و تربیت همه اینا دیگه همه اینا رو باید بذاریم کنار همه اینا کار بیهوده ایه در که اینجوری نیست هیچ نمیتونه بگه که همه اینا بیهوده است اگر بیهوده نیست پس تاثیر داره در انسان پس انسان شخصیتش دگرگون پذیره حالا بحث من اینه که ما الان داریم در از برابری از عدالت صحبت میکنیم اینجا من از عدالت رو به معنی برابری میگیرم یا برابری رو به معنی عدالت میگیرم نه به معنی ارسطویی کلمه الان دیگه اون معنای ارسطویی برابری و عدالت تقریبا چندان اعتباری نداره یا لغت در دیدگاه دموکراتیک امروز در آزادی خواهی امروز در دیدگاه حقوق بشری امروز دیگه مسئله اصل برابری ذاتی آدم ها هست یعنی حالا ممکنه آدمها، فرزندان پسر دختر مرد زن آدم ها در شرایط اجتماعی خاصی حامل وراستی از پدر و مادر باشن یه چیزایی از پدر و مادر به ارث برده باشن اما در این حال و یا یک سری نظم اجتماعی بوجود وجود آماده باشه بر اساس نابرابری ولی انسان به دلیل اینکه اراده داره آگاهی داره اختیار داره میتونه خودشو دیگرگون بکنه میتونه سرنوشته خودش رو تغییر بده اینجوری نیست که بگیم از دیگران عروسی از ما ازا نوشته نه از ما هم میتونه عروسی نوشته بشه ولی اینکه زمینهاشو من داشته باشم من زمینهای اعتیاد از پدر مادرم به میبرم ولی بعد در شرایطی قرار میگیرم که اون زمینها از بین میره بنابراین من الان از صحبتی که می کنم صحبت به عدالت به مساوات برابری است مسئله مساوات یعنی یعنی همه آدم ها در روابط اجتماعی باید بتوانند از امکانات برابر اجتماعی برخوردار باشند از امتیازات اجتماعی برخوردار باشند از زمینه های مساعد برای استفاده از منزلت های اجتماعی برخوردار باشن حالا این منزلت ها و موقعیت ها میتونه سیاسی باشه اجتماعی باشه مدنی باشه نمیدونم رفاه و معیشت باشه شغل باشه درآمد باشه مقام باشه همه اینا میتونه باشه پس از اینجا ما وارد بحث اصلی میشم و اون اینکه پرسش اولیه رو دوباره مطرح میکنم برابری خواهی و رفع تبعیض که معنای دیگرش میشه عدالت عدالت معنی مدرن کلمه یک آرمان بزرگ بشریه همیشه انسان از تبعیض ناراضی بوده در طول تاریخ اگر شما نگاه کنید چند موضوع مهم بوده که همیشه بشر از اون ناراضی بوده و ناراحت بوده میخواست اون رو تغییر بده یکی مسئله ناامنی بوده بشر در طول تاریخ همیشه از ناامنی رنج برده ناامنی اجتماعی، ناامنی ناامنی روانی، ناامنی اقتصادی، ناامنی معیشتی، نمیدونم ناامنی سیاسی انواع و اقسام ناامنی ها بشر در طول تاریخ تجربه کرده. خب وقتی ناامنی برای بشر رنج و نامطلوبه، طبعا بشر دنبال نقیز اونه. نقیض اون چیه؟ امنیته. به همین دلیل امنیت برای انسان خیلی خیلی مهمه. از اقتصادم مهمتره، از شکمم مهمتره، از فقر مهمتره بنابراین یکی مسئله ناامنی و امنیته یکی مسئله جنگه یکی از چیزهایی که در طول تاریخ بشر همواره ازش رنج بوده این جنگ و خونریزی‌های های وحشتناکی که بوده که بشر رو به تباهی کشیده فکر انسان، اخلاق انسان، شخصیت انسان، تمدن بشری همه چیز رو این جنگ تحت شوها قرار داده از اون هزاران سال پیش تا همین الان حالا ابعاد جنگ فرق کرده ابعاد ویرانی فرق کرده به هر حال دنیای امروز یه دنیای متفاوتی شده ولی به هر حال همیشه انسان از جنگ فراری بوده در مقابل در همیشه در دنبال صلح بوده صلح سازش بوده یکی از چیزهایی که بشر در طول تاریخ ازش رنج برده همین تبعیض هاست نابرابری هاست خب چون بشر از تبعیض و نابرابری در عرصه های مختلف زندگی رنج برده همواره دنبال برابری است اگر نابرابری بده تبعیض بده پس ما دنبال رفع تبعیضیم رفع تبعیض یعنی برابری یعنی بتونیم این نابرابری ها به برابری تبدیل بکنیم همواره بشر دنبال برابری بوده برابری همواره برای یک آرمان بزرگ بلند بشری بوده در دنیای امروز این بیشتره بیشتر برای که امروز بشر بیشتر به خداگاهی رسیده بشر بیشتر امروز به دیدگاه مساوات طلبانه رسیده از کدم در گذشته اگر اون دیدگاه ارسطویی به مردم میگفت که از دیگران عروسی از ما ازا نوشته بنابراین برده پذیرفته بود که برده است امروز دیگه بردگی وجود نداره امروز دیگه کسی نمیتونه از بردگی دفاع کنه امروز دیگه نمیتونه بگه که اون چون ارباب خدا اون رو ارباب آفریده من حتی مذهبی هم باشه دیگه این حرفو نمیزنه او چون ارباب من خدا اون رو ارباب قرار داده منم نوکر قرار خدا چنین چیزی نخواسته خدا چنین خلقتی نداشته. خداوند چنین نظامی رو نمیخواسته. اتفاقا میتوان گفت که خداوند نظام برابر رو میخواسته. انواع و اقسام تفسیرات دین وجود داره. نابرابری و جنگ و ناامنی در طول تاریخ در پناه دین توجیه شده. در پناه فلسفه توجیه شده. در پناه آرا و اندیشیا و ایدولوژی و مکتب های فکری و اجتماعی مختلف توجیه شده. الان هم توجیه میشه. اما حداقل در این 150 سال اخیر 200 سال اخیر در جهان مدر بشر به یک آگاهیایی رسیده به یک بیداریایی رسیده که در گذشته وجود نداشته خب حالا بحث اینه که من این برابری و این عدالت برابری طلبانه و مساوات طلبانه رو که امروز آرزو میکنم آیا در عمل ممکن است که من یک برابری 100 درصد تو جامعه داشته باشم برابری کامل یا نه امکان پذیر نیست و اگر امکان پذیر هست چه اندازش امکان پذیره در عالم واقع ما میتونیم چگونه به صلاح عمل بکنیم چگونه رفتار بکنیم از کدام در این دنیای مدرن بسیار برابری مهمه و اینم بیشترم از انقلاب کبیر فرانسه از حدود 250 سال پیش مثلا مطرح شده در انقلاب فرانسه سه شعار مطرح بود دیگه یکیش برابری بود برادری و برابری برابری و برادری با همدیگه آمیختن به هم ارتباط دارند. اگر با هم برادریم اگر با هم خواهریم یا برادر و خواهریم پس بنابراین باید برابری هم بین ما وجود داشته باشه اگر برابری وجود نداشته باشه برادری بی می شود این دیدگاهی است که ما امروز داریم که این شعار هم شعار برادری و برابری در انقلاب فرانسه بود یعنی آزادی برادری و برابری سه شعار انقلاب فرانسه بود همین سه شعار در انقلاب مشروطه ای ما هم بود همین سه شعار در انقلاب اسلامی سال 57 ما هم به یه شکلی بطرح بود انقلابیون توده های مردم به کوچه و خیابان ریخته بودن برای چه برای اینکه برابری میخواستن برای اینکه برادری میخواستن برای اینکه آزادی میخواستن یعنی همون سه شعار اصلا سه شعار بنیادین بشر در طول تاریخ فقط اختصاص به همین 150 سال اخیر 200 سال اخیر در دنیا و یا در ایران نداره خب حالا ما برای اینکه بتونیم ببینیم به این سوال پاسخ بدیم که آیا این برابری در واقع و در عمل ممکن است یا چه اندازه ممکن است این آرمان چه اندازه قابل تحقق است باید اول یه نگاهی بکنیم به ریشه های نابرابری تو جامعه بعد ببینیم که آیا این ریشه های نابرابری ری میشه زد میشود این عوامل رو از بین برد یا میشه اینا رو تخفیف داد یا نه ریشه های نابرابری هم در جامعه مهمه چون تا زمانی که شما یک بیماری رو تشخیص ندید نمیتونید درمانش بکنید شما اگر معتقد هستید که باید امنیت داشته باشید پس ریشه های ناامنی رو هم باید بررسی بکنید چی چیزهای عامل ناامنی هست که ما اون عوامل از بین ببریم اون زمینه ها رو از بین ببریم تا امنیت حاصل بشه چه چی چیزهای زمینه های جنگ رو فراهم میکنه چه انگیزه ها و عوامل جنگ رو ایجاد میکنه اون باید بشناسیم با آن مقابله کنیم تا سر جانشین جنگ بشود در مسئله برابری و نابرابری هم همینه ریشه های نابرابری چیه در اینجا من به طور فهرستوار به چند عامل نابرابری اشاره میکنم که این عوامل رو هم به دو دسته تقسیم کردم در مرحله اول عوامل شخصی یا شخصیتی یا فردی دوم عوامل اجتماعی به دو دست عامل میخوام اشاره کنم که این دو دست عامل سبب شده سبب شدند و میشوند و خواهند شد که زمین های نابرابری در جامعه به وجود بیاد یعنی آدم ها از هم متفاوت بشن طبقات و گروه ها از هم متمایز بشن اینا چیا هستن دسته اول در مورد عوامل فردی عوامل فردی هم در سه محور من مطرح میکنم از اینا چون دونه دونه میتونه محل بحث واقع بشه من نمیتونم درباره هر کدوم مستقل صحبت کنم چون میخوام در همین یک گفتار به جنبندی برسم از این جهت هست که فقط فهرستوار عرض میکنم در مرحله اول یکی از چیزهایی که سبب میشه که به هر حال آدما از هم متفاوت و متمایز بشن زمینه های شخصی و فردی است مثلا استعداد آدما با هم متفاوته علایق آدم ها از هم متفاوته یا انتخاب هایی که آدم میکنه به دلایل روانی روحی و فردی شخصی خب به هر حال همونجوری که قبلا اشاره کردم انسان به طور ذاتی و وراثتی یه چیزایی از پدر مادر به ارث میبره دیگه این فکر می‌کنم جای این نداره ژن های حامل وراثت هم امروز تو علم ژنتیک تو علم زیست‌شناسی انسان بیولوژی انسان اینا امروز امر پذیرفته شده است در گذشته مطرح بوده الان هم مطرح بوده مطرح است همون گونه که اشاره کردم همون گونه که من از پدر و مادرم نمیدونم چشم و ابرو و لب و دندان و صحبت و نحوه حرف زدن نحوه خندیدن نحوه نگاه کردن یه خصوصیات رو از پدر و مادر ترکیبی به ارث بردم گاهی از اقوام دیگر نزدیکم به ارث میبرم از عمه و خاله و دایی یه چیزایی رو من ارث میبرم به طور ژنتیک و غیر قابل اراده هم در منم وجود داره بنابراین آدما که تو این دنیا آمدن خلق شدن و وجود دارن این آدما همه از نظر استعداد در حد یک حد نیستن لذا در علم تعلیم و تربیت و در علم زیست شناسی انسان هم میگن میگن که سه درصد آدم ها کنم که نابغن یعنی استعداد فوق دارن جز به به حساب میان یعنی این هم ذاتی آدم هاست یعنی جور آفریده شده نه اینکه خودش تصمیم گرفته یا پدر مادرش تصمیم گرفتن فرزندش نابغه بشود نه این بچه در یک سلسله علل و عواملی ارز کنم به علت یک سلسله علل و عوامل و زمینهای ژنتیک و وراثتی به نوابق شده استعداد فوق العاده ای داره هوش بالایی داره درک بالایی داره پس یکی مسئله ظرفیت استعداد ذاتی آدم ها سه درصد میگن این سه درصد هم خینگن یعنی زیر قدرت یادگیری هن. اینا فوق قدرت یادگیری هن. اونها سه درصد مثلا زیر قدرت یادگیری یعنی اینا که زیر قدرت یادگیری هستن به راحتی اینا با تعلیم و تربیت دیگرگون نمیشن اگر بشن یه حد محدودی داره ولی 54 درصد دیگر آدم ها متوسط تو منطقه خاکستری از مرز نبوخ تا مرز خنگی این آدم ها سیر کنن آدم هم که ما در دورور خودمون میبینیم در اطراف خودمون میبینیم یا در تاریخ اینا رو مشاهده میکنیم واقعا اکثریت قاطع 94 درصدش همین افرادی هستن که تو منطقه بینابین قرار گرفتن حالا یکی به این ور نزدیکتره یکی به اون ور نزدیکتره یکی تو وسط وایستاده ولی به هر حال از در استعداد، هوش، درد، ذکاوت، قدرت یادگیری، توان یادگیری آدمها متفاوتن دیگه ذاتی آدم هاست. خب همین مسئله سبب میشه که این آدمها وقتی وارد جامعه بشن، اون آدمی که نابغه است بره تو مدرسه سریتر رشد میکنه. بعد میشه بو سینا، بعد میشه انشتین، بعد میشه نیوتن، بعد میشه نمیدونم هاوکینگ، بعد میشه کی؟ خب اینا آدمایی که به این مراحل رسیدن، اینا کنار دیگران هم بودن دیگران هم همون شاید زمین ها رو هم داشتن بعضی شاید امکانات بیشتری هم داشتن ولی هیچ کدوم بوالی نشدن هیچ کدوم خادر خاج نسیر توزی نشدن هیچ کدومشون عرستو و افلاتون نشدن مگر در همون دوران دویست ساله اوج اعتلاع تمدن یونان مگر فقط عرستو و افلاتون بودن نه دهها فیلسوف متفکر دیگر هم داشتیم اما اصلا چرا در اون مقطع تاریخی این آدما رشد کردن خب این شرایط اجتماعی دیگه اما اینا جزء نوابغن از آغاز بشر شما نگاه کنید این آدم‌ها صد نفر هم نشن یعنی بقیه آدم‌ها یا خنگن یا آدم‌های معمولی متداول متعارفی هستن با قدرت متوسط با استعداد متوسط پس همین آدمی که استعداد متوسط داره میاد تو جامعه بدون اینکه کسی مقصر باشه بدون اینکه طرح نقشه ای باشه عملا آدم‌های با استعداد و هوشمند برن توی علم رشد فوق العاده میکنن برن تو تجارت رشد فوق العاده میکنن برن توی سیاست رشد فوق العاده کنن این هست در استعدادشون هست دیگران اگر هم همون امکانات داشته باشن به با اونجا اونجا نمیرسن خب حالا این در ارتباط با بحث ما چی نتیجهش میشه نتیجه این میشه که آدم هایی که وارد عرصه جامعه میشن با استعدادهای متفاوت منزلت های متفاوت پیدا میکنن مقام های متفاوت پیدا میکنن خب وقتی که مقام و موقعیت متفاوت پیدا کردن چه بسا پول بیشتری پیدا میکنند امکانات بیشتری پیدا میکنند موقعیت ممتازتری پیدا میکنند احترام بیشتری تو جامعه پیدا میکنن خب همین جامعه رو از اون برابری میاندازه یعنی اون نابرابری عمل نابرابری به وجود میاد یا مثلا علاقه آدم ها علاقه آدم ها فقط مثلا استعداد نیست علاقه هم هست علاقه هم چیز ذاتی انسانه یکی به ریاضیات علاقه داره یکی به فیزیک علاقه داره یک کسان به درس خوندن علاقه نداره به تجارت علاقه داره یکی به, تجا... به... تجارت علاقه نداره به علم علاقه داره یکی به هیچ کدوم از اینا علاقه نداره یکی به هنر علاقه داره خب آدم وقت شغل مختلفی پیدا میکنن یا انتخاب های مختلفی که در زندگی میکنن منزلت ها و موقعیت های بیشتری پیدا میکنن یکی حقوق بیشتری پیدا میکنه به تناسب علمش و توانش و سخصصش و مهارتش یکی حقوق کمتری داره اون که حقوق بیشتری داره خونه بهتری داره غذای بهتری داره ماشینی بهتری داره شهرت بیشتری پیدا میکنه چون موقعیت و منزلت آدم ها که فقط به پول و مقام که نیست شهرت هم هست منزلت هم هست بنابراین عامل اولی که سبب نابرابری ها در جامعه میشه عامل طبیعیه یعنی میخوام بگم ریشه طبیعی داره ریشه فردی و شخصی طبیعی داره استعداد علاقه و انتخاب ها یا شغل هایی که آدم ها دارن در در هایی که قرار می گیرن مسئله دوم مسئله دوم مسئله, دوم مسئله کاهلی و تنبلیه من خواستم دو عامل رو البته گفتم سه عامل بری دو عامل هستن که در حوزه علل و عوامل و زمین های نابرابری خواستم مطرح کنم علل اول مسئله استعداد و ظرفیت طبیعی به ژنتیک آدم هست و عامل دوم هم که به فرد باز بر به ذات بر نمیگرده به استعداد بر نمیگرده به فرد به تصمیم فردی برمیگرده کاهلیه خب ما در جامعه چی از گذشته چی الان نابرابری زیاد میبینیم فاصله فقر و غنا زیاد داریم فاصله ثروتمند و غیر ثروتمند زیاد داریم همیشه بوده الان هم هست همه جای دنیا هم هست هیچ کجا نیست که در هیچ جامعه جامعه یک کشور که هیچی در یک شهر که هیچی در یک دهی که هیچی حتی در یک خانواده ما برابری مطلق نداریم در عالم واقع به خاطر اینکه شما دو تا پسر دارید سه پسر دارید هر کدومتون میرن یکی تو علم میره یکی تو تجارت میره یکی تنبلی میکنه یکی از استعدادش خوب استفاده میکنه یکی نمیکنه تنبلی میکنه کار نمیکنه یکی کار میکنه پول بیشتری در میاره زندگی بهتری داره یکی تنبلی میکنه دست تو جیبش انداخته و پول باباش میگیره و میره تو خیابان و نمیدونم یلاله تبلی دنبال یلاله تنبلی خودشه میره پول تو جیبش از باباش میگیره حتی باباش هم مثلا فرض کنید که به دو تا برادر سرمایه مناسبی داره بده به ای این نمیدونم 500 میلیون تومان داده به اونم 500 میلیون تومان داده که خب این پول شما و ارسیه شما به هر کار دلتون میخواد بکنید یک برادر دک داره فکر داره شعور داره تخصص داره مهارت داره آگاهی داره تنبلی نمیکنه از اون 500 میلیون تومن در عرض نمیدونم 5 سال 5 میلیارد تومن پول در میاره یکی همون 500 میلیون تومن بر میداره دو سال سه سال میخوره و بعدم عرض کنم که به گدایی میفته تو هم یک جامعه هم هستن از یه پدر و مادر هم هستن در یه خانواده هم تربیت شدن پس من این علل اول رو تمامش کنم پس علت اول و زمینه های اولی که سبب میشه نابرابری در جامعه به وجود بیاد زمینه های فردیه فردیه به این معنا که به فرد برمیگرده و این هم باز هم دو نوعه یک نوعش کاملا ژنتیکه یعنی استعداد علاقه سائقه ها یکی ذوق هنری داره یکی ذوق ادبی داره یکی ذوق فلسفی داره یکی ذوق ریاضی داره اینا چیزایی ذاتی آدم هاست و همین امر ذاتی و امور ذاتی هم سبب میشه که آدما تو جامعه موقعیت های مختلف پیدا کنن شغل مختلف پیدا کنن و همینا سبب نابرابری اجتماعی می یکی هم تنبلی و کاهلی خود افراده یعنی همین امروز هم شما برید آمار بگیرید تحقیق بکنید در جوامعی که فقیر زیاد وجود داره ببینید که علل فقر چیه آیا علل فقر فقط علل اجتماعی داره که حالا بعدا خواهم گفت یعنی این سبب شده که ثروتمندان مثلا به اینا ظلم کردن حق اینا رو خوردن نه همیشه اینطور نیست حالا تو علل اجتماعی میگم قطعا یکی از علل و عوامل فقر و نابرابری اجتماعی ظلمی است که ثروتمندان میکنن استثمار است که ثروتمندان میکنن نمیدونم غارتی که غارتگران میکنن حق مردم رو ضایع میکنن مردم رو از امکانات محروم میکنن این حرفی نیست این خواهم گفت اما همه علل فقر به این بر نمیگرده بخشی از علل فقر و نداشتنها و ظلم و ستم و تبعیض و نابرابری و محرومیت به خود فرد بر میگرده ما اصلا اینو فراموش میکنیم مخصوصا در اون دیدگاه سوسیالیستی و جمعگرایانه ای که از گذشته یه ایده داشتن الان هم دارن من خودم یه روزی خیلی سخت طرفدار این بحث بودم یعنی فکر میکردم که هر فقر و محرومیت و بدبختی که تو جامعه وجود داره مال پولداراست مال ثروتمنداست مال حکومت هاست مال دولت هاست اینجوری نیست من الان دیگه اینجوری فکر نمی کنم و فکر می کنم واقعیت هم اینه یعنی اینکه بخشی از اون چی که من ندارم مربوط به خودم هست خودم مسئول هستم نه این که پدرم مقصر مادرم مقصر جامعه مقصر حکومت مقصر دولت مقصر اینطوری نیست بخشی از این تبعیض ها به خود من برمیگرده که من میتونستم جوری دیگری رفتار کنم جوری دیگری عمل بکنم و این نابرابری نداشته باشم از امکاناتی بهتر اگر برادرم با اون 500 میلیون تومان رفت میلیاردر شد و بیلیاردر شد و من اگر همون با اون 500 میلیون تومان هیچ کاری نکردم به فقر و فاقم افتادم خب ما باید در مرحله اول خودم رو بررسی کنم و در مرحله خودم رو به مورد ماخذ قرار بدم نه که بگم آقا برادرم رفته مثلا سر من کلاه گذاشته یعنی او سبب شده که من این کار رو نکنم یا پدرم مقصره اینطوری نیست پس بخشی از این علل و عوامل نابرابری های اجتماعی بیعدالتیهای اجتماعی تبعیض های اجتماعی به فرد برمیگرده حالا این فردم یا به ذاتیات خودش به استعداد ذاتی او بوده که سبب نابرابری شده یا اینکه به کاهلی و تنبلی و سستی و ندانمکاری و جهل و نادانی خودش بوده اما عامل دوم نابرابری عوامل اجتماعیه. من در حد مطالعات اجتماعی خودم در حد تجربه زندگی شخصی خودم در حد ارز کنم که اطلاعات تاریخی که دارم به نظر من بخش عمده نابرابری ها به علل و عوامل اجتماعی برمیگرده یعنی به فرد بر نمیگرده بخشش به افراد برمیگرده همش به جامعه و نظام اجتماعی یا نظام حکومتی بر نمیگرده بلکه بخش اساسی شش از 70 درصد نابرابری ها، تبعیض ها، ظلم ها، ستم ها در جامعه به نظام اجتماعی برمیگرده. نظام اجتماعی چیه؟ منظور از نظام اجتماعی هم اون وضعیت عمومی هست که جامعه رو سامان داده. حالا قانون هست بخشش به قانون برمیگرده قانون ظالمانه ظلم ایجاد میکنه قانونی که بر اساس نابرابری نوشته باشه در جامعه تبعیض ایجاد میکنه حکومتی که بر اساس تبعیض عمل بکنه به قول اصطلاح معروف رایج اخیر مردمان رو به خودی و غیر خودی تقسیم بکنه جامعه و مردم به گروه های مختلف و متمایز تقسیم بکنه با اونا برخورد متفاوتی داشته باشه خب حقوق مردم مردم در حقوق برابر ندونه در ذات و طبیعت خودش برابر ندونه بر این اساس با جامعه رابطه برقرار بکنه خود جامعه نابرابر میشه دیگه پس قانون حکومت دولت نظام سیاسی نظام اجتماعی و فرهنگی جامعه میتونه نابرابری ایجاد کنه میتونه برابری ایجاد کنه این دیگه ذاتی نیست این خدا چنین نخواسته نمیدونم یک فرد چنین نخواسته فرشتگان چنین نخواستند. طبیعت و غریزه در اینجا نقشی نداره نظام اجتماعی در نظام اجتماعی هم سه آمل هست که در نابرابری اجتماعی خیلی نقش داره یکی طبقات اجتماعی است این طبقات اجتماعی هم به اعتبار ثروت و قدرت و منزلت هست که در جامعه وجود میاد بالاخره در همه جوامع از قدیم تا الان نظام های اجتماعی نظام طبقاتی بودن طبقاتی که اینجا دارم میگم به معنی جامعه شناسی کلمه میگم ها نه به معنی سیاسی کلمه چون معنی سیاسی طبقات که ما میگیم از دوران پیش از انقلاب این دیدگاه رو ما داشتیم من نسل من بیشتر تحت تاثیر بود و که میگم با دیدگاه انقلابی و سوسیالیستی و برابری طلبانه به قضايا نگاه کردیم وقتی میگفتیم طبقات یا نظام طبقاتی یعنی نظامی که حتما بر اساس ظلم و تبعیضه نه این نمیخوام بگم اینجا طبقات رو به معنای گروه های اجتماعی به کار میبرم نه لزوما طبقه منی طبقه اقتصادی منی معنی گروه های اجتماعی به هر تو جامعه هیچ جامعه ای از قدیم تا حالا نبوده و نیست به احتمالا نخواهد بود که با گروه بندی نشده باشه و خود همین گروه بندی هم به ضرورت های اجتماعی انجام میشه دیگه خب این طبقات اجتماعی هم با سه مؤلفه تشکیل میشه قدرت، ثروت، منزلت یعنی آدم ها بر این سه اساس به گروه های متمایز و متفاوت تقسیم میشن یکی قدرته به تو جامعه همیشه یکی رئیسه مثلا از اون گذشته ها یه بارم شاید اشاره کردم که دولت اساسا با فرماندهان نظامی و فرماندهی نظامی تشکیل شد در اون 7 8 سال پیش وقتی بشر وارد تاریخ شد و جنگ های انجام میداد جنگ عامل مهم بود جنگ برای به دست آوردن آب بود برای به دست آوردن غذا بود به دست آوردن شکار بود برای به دست آوردن زمین بود به دست آوردن سرزمین بود جنگ خیلی در گذشته وجود داشت الان جنگ خیلی کمتر شده نسبت به گذشته اساسا زندگی آدما بر اساس جنگ بود جنگ برای چی بود برای بیشتر به دست آوردن منابع بود برای یک سر بر سر یک رودخانه سالها دو قبیله با هم می‌جنگیدند برای به دست آوردن یک مرتع به خصوص در سرزمین شرق در شرق آسیا کشور خودمون غرب آسیا کشور مسای کشور خودمون که کم آبی بود برای به دست آوردن چشمه آب به دست آوردن قنات به دست آوردن نمیدونم منابع دیگر با هم می‌جنگیدن یا مراتع می‌جنگیدن بعد دولت از اینجا به وجود آمد به هر حال وقتی که یه نفری قدرتی داره احترام بیشتری داره پولی بیشتری به دست میاره اصلا همه چیز در اختیار اونه وقتی همه چیز در اختیار اونه به خصوص برای اون اساس دیدگاه عدالت ارسطویی که نگاه کنیم بگه خب همه چیز چون مال منه من صاحب قدرتم همه چیز در اختیار منه برقی هم و رعیتن پس اختیار رعیت رو هم من دارم من میتونم به اونا تعیین بکنم شما چقدر باید بخوره چقدر نخوره چقدر حقتون است حق رو کی تعیین میکنه حق رو حاکم تعیین میکرد قدرت تعیین میکرد و تعیین میکنه الان هم همین امروز یه خورده متفاوض شده یه خورده جامعه به تعادل نزدیکتر شده برحال قدرت مقام سبب میشه که آدم ها گروه های اجتماعی به وجود بیاد یکی دیگر هم سروته برحال یک نفری ممکنه صاحب قدرت نباشه رئیس نیست وزیر نیست رئیس جمهور نیست نمیدونم که فلان نیست اما از در موقعیت اجتماعی یک بزنسمن بزرگه یک کارخاندار بزرگه نمیدونم کارخانه های اصل سازی داره اصلش رو به دنیا صادر میکنه به دولت ها صادر میکنه خب سروت میلیاردی میاره یکی بیل اولین اول ثروتمند جهان یکی راکفلره که حالا 50 سال پیش یک از ثروتمندان جهان بود خب هواپیمای اختصاصی داره جزایر خاص داره هر فصل استارو رو در یک از جزایر عرض کنم که میان و ها میره برای هواخوری برای فسفست تعطیلات اما یک خانواده هم هست که نمیتواند از خانه خودش تا به اون پارک اونوری بره بچه هاش ببره پارک بازی بکنن پول نداره امکانات نداره زمینه نداره فرصت نداره هیچی نداره این آدم ها هست همیشه همین نابرابری ها بوده خب پس یکی از عوامل نابرابری ها یکی از این عوامل نابرابری منزلته یعنی ممکنه که یک فردی به خاطر پول به خاطر مقامش نیست که تو جامعه موقعیت برتری پیدا میکنه یا به خاطر ثروتش نیست که موقعیت برتری پیدا میکنه بلکه به خاطر منزلتش هست یعنی این یک فرد ممکنه که یک پیامبر باشه مثل عیسی موسی محمد بودا زرتوش اینایی که ما میشناسیم اینا صاحبان مقام نبودن صاحبان ثروت هم نبودن بلکه علیه صاحبان مقام و علیه صاحبان ثروت هم بودن و تبلیغ میکردن طرفدار و, حام... طرف... و حامیه طرفدار و حامی به تعبیر قرآن مستضعفان و رهنگان و محرومان بودند اما اینا چه در زمان خودشون چه بعدها دارای یک مقام بلندی پیدا کردن که از پادشاهان و فرمانروایان و سربتمندان فراتر رفت یا یک عارف یا یک طبیب یک پزشک یک نمیدونم آدم معمولی اما آدم محترمیه خب این آدم محترم تو محله شما وقتی که داره از تو کوچه رد میشه همه بهش سلام میکنن همه بهش تعظیم میکنن به خاطر پولش نیست به خاطر مقامش نیست اینا رو نداره ولی آدم خوبیه یه آدم محترمیه یه پیر مرده یه پیر زنه آدم خیرخواه مردمه سنگ صبور مردم محلشه مردم خانوادهشه یا مثلا پیرمردها و پیرزنها به خصوص در نظام خانوادگی قدیم خودمون گیسفید و موسفید همیشه محترم بودن و هستن خب این به خاطر پول و مقامین این نیست به خاطر منزلتشه به خاطر جایگاهی که در او قرار گرفته پس عامل اول اجتماعی که سبب نابرابری اجتماعی می شود طبقات اجتماعی و این طبقات اجتماعی هم به ضرورت و جامعه همیشه وجود داره عامل دوم حکومت ها و حاکمیت های اقتصادی و اجتماعی هستند همون که قبلا اشاره کردم یکی از عوامل مهم تبعیض ها و بی ها و نابرابری ها در تمام جوامع از قدیم تا الان هست عامل حکومت حکومت ها حکومت در ذات خودش در طبیعت خودش تمایز ایجاد میکنه تفاوت ایجاد میکنه حالا اگر در رأس حکومت حکومتگرانی باشن که به برابری اعتقاد داشته باشن میخوان مردمان مردمانش خودشون رو شهروندان خودشون رو از منزلت های برابر نگاه کنن از موقعیت برابر نگاه کنن معتقد باشن که همه شهروندان کشورن صاحبان حق اینها هستند و باید به اینها امکانات رشد بدهند رشد فکری رشد فرهنگی رشد علمی رشد اقتصادی بدهند رفاه بدهند خب این حکومت ها جامعه رو به سوی کاهش ظلم کاهش نابرابری میبرند اما اگر حکومت هایی که استبدادی باشند زورگو باشند رفاه طلب باشند جا طلب باشند همه این مردم رو برای خودشون میخوان خب تو اون جامعه نابرابری و بیعدالتی بیشتر میشود ولی در هر حال حکومت ها و حاکمیت های سیاسی همیشه عامل نابرابری هستن کم یا زیاد بخواهیم یا نخواهیم فقط هم به بدی خوبی خود حکومتگران بر نمیگرده فقط به خاطر اینکه اصلا حکومت همونجوری که گفتم هم مقام رو داره چون گفتم سه عامل سبب میشه که طبقات اجتماعی به بیاد تفاوت به وجود بیاد یکی قدرته یکی ثروت که منزلت اتفاقا حکومتگران هر سطح رو با همدیگه دارن. یعنی هم مقام دارن هم ثروت دارن هم منزلت اجتماعی برای خودشون دست پا میکنن با دستگاه تبلیغاتی که دارن برای خودشون منزلت هم دست پا میکنن در نتیجه حکومت ها و حاکمیت ها یکی از عواملی هستن که تو جامعه نابرابری ایجاد میکنن عامل سوم تقسیم کار اجتماعیه عامل سوم تقسیم کار اجتماعیه به حال وقتی که ما وارد تمدن میشیم تمدن با تقسیم کار تعریف میشه چون فرصت نیست نمیخوام در این باره توضیح بدم و میخوام به جنبندی برسم تقسیم کار از روزی که بشر بعد از عصر کشاورزی زمینگیر شد اسکان پیدا کرد ده تشکیل شد روستا تشکیل شد بعد اشیره و قبیله تشکیل شد تقسیم کارم وجود داشت دیگه بالاخره تو تقسیم کار همه نمیتونن یه کار انجام بدن یا علاقهش ندارن یا استعدادش ندارن یا عملا راه باز نیست بالاخره یکی کت خدای ده میشه توی دهی صد نفره که صد نفر کت خدا نمیشن خب مشخصه توی خانواده هم نگاه میکنید میبینید که یکی پدره یکی مادره یکی برادر بزرگتره یکی خواهر بزرگتره یکی خواهر کوچیکتره همین یک خانواده پنج نفره هم یک نوع تمایز وجود وجود میاد یک نوع تفاوت بین آدما وجود داره بالاخره من به عنوان پدر خانواده یه جایگاهی دارم که مادر خانواده نداره مادر خانواده یه جایگاهی داره که نمیدونم فرزندانش ندارن برادر بزرگ خواهر بزرگ یه جایگاهی دارن که دیگران ندارن این به طور طبیعی به وجود میاد این اندازه شما به نظر من اشکاری نداره این تقسیم کار منزلت های مختلف ایجاد میکنه یکی حالا به خاطر استعداد شخصی یا موقعیت اجتماعی یا هر چیش یکی میره نجار میشه یکی میره بقال میشه یکی میره نمیدونم سندگر میشه یکی میره نمیدونم کارخونه دار میشه یکی کشاورز میشه یه خیاط میشه هر کدوم یه شغل موقعیتی پیدا میکنن هر کدوم از اینا می... از اینا یه گروه جدید میسازه یه طبقه جدید میسازه پس من بعد از تعریفی که کردم از مسئله برابری و آرمانی که مطرح کردم دو نوع عدالت مطرح کردم بعد آمدم روی زمینه های نابرابری اجتماعی من نابرابری های اجتماعی رو عوامل نابرابری اجتماعی در دو عرصه جنبندی کردم یکی درسه فردی که درسه اجتماعی در عرصه فردی فقط یک عامل ژنتیکه و اونم استعداد و ظرفیت ذاتی آدم هاست ولی یک عامل دیگر هم عامل کاهلی و تنبلی خود فرده در حوزه فردی هم به سه عامل و سه انگیزه من اشاره کردم و گفتم این مجموعه سبب میشه که جوامع بشری همیشه نابرابر باشه خب حالا جنبندی سخن من چیه سخن من سخن سخن من اینه برمیگردم به اون سؤال نخواستین و اونم اینه که آیا این نابرابری رو میتوان از بین برد میتوان کامل از بین برد پاسخ من یک کلمه این هست که نه تفاوت و تمایز در میان جوامع بشری رو کامل نمیشه از بین برد و نیاز هم نداره به نظرم از عزب... به کامل از بین ببریم چون بخشی از این تمایزات طبیعیه یعنی وقتی که من کار نمی کنم خب نمیتونم به اندازه برادرم یا همسایم یا دوستم انتظار داشته باشم زندگی بهتری داشته باشم خب کار نکردم کار کمتری میکنم درآمد کمتری دارم پس باید تلاش بکنم درآمد بیشتری داشته باشم نه اینکه برم برادر خودم رو مقصر بدونم بگم تو سبب شدی که من کمتر دارم من به هر دلیلی رئیس جمهور نشدم خب نشدم رئیس جمهور رئیس جمهور باشه اصلا دلم نخواست استعدادش نداشتم ولی اون کسی که رئیس جمهور به داخل این موقعیت تو جامعه پیدا میکنه دیگه اون کسی که پادشاه توی مملکت پادشاه یک جایگاهی پیدا میکنه این اصلش اشکال نداره تقسیم کار اجتماعی ضرورت داره خب حالا اگر ما نمیتاز یعنی در واقع اینجوری میتونم وارد جنبندی بشم به خدمت شما عرض بکنم که به نظر من اساس نابرابری اجتماعی رفت شدنی نیست زائر شدنی نیست این یک حوث محال است که ما فکر بکنیم که مثلا هفت میلیارد خورده ی انسان روی کره زمین همه در یک شرایط قرار بگیرن که از امکانات و پول و ثروت و طبیعت و امکانات زندگی و خونه و لباس و پوشاک و امکانات دیگه همه اندازه هم باشن همه با هم برابر باشن این دیدگاهی که در دیدگاه کمونیستای افراتی یا های افراطی یه زمانی برتر بود در اون دیدگاه کمونیستی مسئله این بود که مالکیت عامل این نابرابری است بله مالکیت عامل نابرابری است اما مالکیت تنها عامل نابرابری نیست یه طرف قضیه هست ثروتمندان و پولداران که حق مردم رو میخورن این حرفی درش نیست با اون باید مبارزه کرد اما یه طرف قضیه هم خود من هستم جامعه ممکنه کار نکنه جامعه که کار نمیکنه نباید نباید انتظار سربت داشته باشه خانواده ای که کار نمیکنه نباید انتظار سربت برابر با دیگران داشته باشه برادری که کار نمیکنه تنبلی میکنه نباید انتظار داشته باشه که برادر او هم با هم مساوی باشه او کار بیشتری کرده تلاش بیشتری کرده رنج بیشتری برد درآمد بیشتری داره پس بنابراین من میتونم اینجوری خدمت شما عرض بکنم که اساس نابرابری بخشی در روابط اجتماعی طبیعیه به اتفاقا خوبم هست یعنی این نابرابری هم سبب میشه که دیگران تشویق بشن به کار به تلاش من ببینم برادرم کار کرده خب میرم از برادرم یاد میگیرم چجوری چی کاری کرد که رسید تونست که 500 میلیون تومن 5 میلیاردش بکنه خب منم مثلا از اون این کار انجام بدم پس این نابرابری ها خودش عامل تشویق هم میشه اون همسانسازی سازی آدمایی که کمونیست ها دنبالش بودن آرمان ها دنبالش بودن این تاکنون به جایی نرسیده که هیچی مردم رو بدبختتر کرده اون چی که در شوروی سابق بود اون چی که در کوبا امروز هست اون چی که در نظام های چپ کمونیستی در دنیا بود اینها جوامع و عوام انسان ها را نه تنها به برابری نرساندن بلکه بدترشم کردن پس بنابراین ما تنها کاری که میتوانیم بکنیم و باید بکنیم این است که بر اساس پذیرفتن حق برابری ذاتی آدم ها که همه ذاتا انسان آفریده شدن و همه حق دارن از امکانات و شرایط اجتماعی برابر برخورد کنن برخوردار بشن بر اساس این عامل با این ضابطه همه مسلحان بشر همه صلحخواهان، همه عدالتخواهان همه برابر ها بشر در هر جایی در جهان باید برای کاهش ظلم برای کاهش تبعیض و نابرابری تلاش کنند. نابرابری جنسیتی نابرابری اجتماعی نابرابری اقتصادی نابرابری سیاسی ما میتونیم اینها رو تخفیف بدیم میتونیم اینها رو کاهش بدیم میتونیم اینها رو به حداقل برسانیم ولی اینکه آرزو داشته باشیم حتی آرزو چیز بدی نیست آرزو به جوانان عیب نیست ولی اگه فکر بکنیم یه روزی جوامع بشری به جایی میرسن که در همه چیز با هم برابر میشن یه شک میشن یک قد و قواره میشن به یک صورت در میان چنین چیزی امکان پذیر نیست بدرود